روز یکشنبه‌تون به خیر و شادی. بهترین ها را از خداوند متعال برای یکایی که شما عزیزان خواستاریم. طبق روالی که در برنامه سلام کربلا مد نظر گرفته شد، روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه در خدمت جناب آقای دکتر محمود زنگنه هستیم و از مطالبی که جناب آقای دکتر آماده کردن استفاده خواهیم برد و در صورتی که مجال باشد و تایم داشته باشیم سوالات شما عزیزان رو هم خدمت جناب آقای دکتر مطرح میکنیم و پاسخ اون رو از کلام ایشان جویا میشویم. طبق قولی که دادیم خدمتون، از امروز مباحثی که مربوط به مشکلات جنسی در خانم ها و آقایان، مشکلات قاعدگی خانم ها، ضعیف بودن تخمک ها و غیره هست رو انشالله با جناب آقای دکتر پی خواهیم گرفت و مطرح خواهیم کرد و انشالله شما هم استفاده کامل رو ببرید. تمام خواسته ما و دعای ما از پیشگاه خداوند متعال اینه که شفا و رحمت خودش رو در کلام و در برنامه ما قرار بده تا انشالله بتونیم خدمتگزار خوبی برای حضرات معصومین و شما عزیزان بوده باشیم انشالله. جناب آقای دکتر، عرض سلام و عرض ادب دارم محضرتون و خیر مقدم. خوبین انشالله؟ خدا حفظتون کنم. در بینندگان عزیز و محترم ممنونت خواهش میکنم. انشالله برنامه شروع میکنیم امروز با یک خاصیت از خواص آیت الکرسی بسم الله الرحمن الرحیم. یک حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هر کی یک بار میخونه آیت الکرسی، خدا توکیل میکنه یه ملک برای حفظ جون اون کس و حفظ اون مکان که خونده توش آیت الکرسی. اگر دو بار خونده شود دو ملک میفرسه، اگر سه تا سه ملک، تا هفت تا، میگه تا شش تا، اگر شش تا خون شش تا ملک خداوند میفرسه برای حفظ اون کسی. آدم اگر میخونه هفتمین بار هفت مرتبه آیت الکرسی، خدا میگه برای ملائکه دیگه من موکلم به حفظ این کسی هست. برای حفظ فرزندان، آقایان، خانوما و اعضای خانواده، صبح، هر صبح حین خروج از در منزل بخونن این هفت مرتبه آیت الکرسی، هم خود منزل حفظ می شود از دست سراغ، از دست دوزها، از آتیش، از هر چیزی، و هم فرزندان و اعضای خانواده اونها که اون منزل هستن، اونها هم که بیرون از منزل هم رفتن، یعنی صبح به صبح هفت آیت الکرسی بخونن. بله، در حال خروج شدن از منزل، یعنی قبل از خروج میشه میخونه مثلا سه مرتبه، چهارمی در خروج و تو راه این هفت مرتبه میخونه، این تموم میشه. این یک خاصیت از خواص کلام الله المجید. یه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماید که گوشت گاو بیمار و شیر گاو درمان، شیر گاو درمان، که هرچی آدم میتونه میخوره شیر. ما میدونیم اولترین چیزی که آدم احتیاج داره برای تغذیه بدن و روح و جسم و استخون و سلول های بدن خود شیر. خود شیر، بله. و غذاهای که میره در داخل در جنین، در حال بارداری خانوما، که چه وقت جنین تو شکمش به حالت شیر میره، به حالت خلاصه میره برای تغذیه این جنین، برای رشد این جنین. شیر خیلی مهمه برای کل اعضای خانواده، از کوچیک تا بزرگ. برای بزرگ سالان میشه استفاده کرد از شیرهایی که کم چرب یا بدون چرب، به خاطر
ما میدونیم الان از بیمارهای مختلف از غذاهای در منتقل میشه برای انسان، بیماری های جدید که این چربی ها رسوب میکنه در داخل عروق بدن آدم و انسداد یا بسته میکنه این عروق به حالت نارسی خون برای اعضای بدن مختلف. توصیه میکنم برای آقایون و خانم ها که مسن هستن شیر کم چرب یا بدون چرب استفاده کنن. سر سپاسگزارم. پس دو نکته رو امروز جناب دکتر مطرح فرمودن، یکی خواص و فواید قرائت و خواندن آیت الکرسی که اگر یک مرتبه اون رو قرائت کنید خداوند یک ملک رو موکل قرار میده برای حفظ جان شما و حفظ اون مکانی که اون لحظه آیت الکرسی در اون مکان قرائت شده، و اگر دو مرتبه دو ملک تا شش مرتبه که خداوند شش ملک رو موکل قرار میده برای حفاظت از جان شما و حفاظت از اون مکانی که آیت الکرسی رو در اون قرائت کردید، و اگر هفت مرتبه آیت الکرسی رو قرائت بکنید خداوند شخصا خودش میگه که میفرمایند که من خودم شخصا موکل حفاظت از جان و مال این شخص هستم. و خب پیشنهاد دادن آقای دکتر که هر روز صبح پیش از خارج شدن از منزل هفت مرتبه آیت الکرسی رو بخونید که فکر نمی کنم تایم زیادی رو هم ازتون بگیره و بسیار کار شایسته ایه. صبح به صبح هفت مرتبه آیت الکرسی رو قرائت بخونید برای حفاظت از جان عزیزانتون. و مطلب بعدی هم که بحث نوشیدن شیر. بله. خب بسیار سپاسگزارم. یک وله کوتاهی میبینیم برمیگردیم انشالله بحث اصلی مون رو انشالله با جناب دکتر آغاز خواهیم. مجدداً سلام و عرض ادب دارم خدمتتون و بسیار خوشحالم که امروز هم توفیق شد تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. جناب آقای دکتر در خدمت شما هستیم. بحثمون رو از کجا قرار آغاز کنیم؟ خواهش میکنم. ما واقعاً بحثمون شروع میکنیم از خانم‌ها، از قاعدگی. به خاطر اولین چیزی بخوام بفهمیم وجود خانم چی؟ قاعدگی چیه؟ چی جوری این قاعدگی میشه؟ چی فرق داره بین از مرد و زن؟ تو دستگاه تناسلی آقایون و خانم‌ها فرقشون چیه؟ و معمولاً دستگاه تناسلی خانم‌ها معقدتر بیشتر پیچیده از دستگاه تناسلی آقایون. دستگاه تناسلی خانم‌ها تشکیل میشه از تخمدان‌ها، رحم، کانال های که وصل میشه بین از رحم و تخمدان ها به نام کانال فالوپ میگن بهش، گردن رحم و واژن. این تشکیل میشه شکل رحم، کل رحم این تشکیل میشه. مشکلات خانم ها شروع میشه از سن 8 تا 9 سالگی به دوران قاعدگی چه وقت میکشه سن بلوغ. این سن بلوغ میرسد خانم ها در بین از 8 تا 9 سال، آقایون بین از 12 تا 15 سال میرسند. دیگه بستگی داره به طب آدم، جنتیک آدم، منطقه آدم، خورد و خوراکی ها آدم ها. این فرق میکنه. تو بعضی ها میبینی 14 سال بلوغ میکنه مرد، خانم 10 سال، بعضی ها میبینی نه برعکس 7 سال، 7 سال نیم یا 8 سال هم نشده بلوغ میشه. این سن بلوغشون. بله این سن بلوغشون. اولین چیزی ما توصیه میدیم به خانم ها که دختران واقعا عزیزان، دوشیزان عزیزان، که اینا یاد میدن، خانم ها یا دختراشون یاد میدن از کوچیکی، از قبل از سن بلوغ
که برسن شرح میدن براشون این عادت ماهیانه یا قاعدگی چی چی جوری میاد، که مثلا بعضی موقع میدین این بچه در سن 8 سال یا 9 سال بچه مثلا تو مدرسه داره بازی میکنه، ببینه یه چیزی اومد روش یا خونی یه چیزی شد که یا بیرون یا هر جا شکه میشه یا میترسه یا گریه یا مریض میشه با اسه شکه شدن به این خانم دختر خانم مریض میشه. و این کلش این کار خود خانم مادر خونه که پیش از این که به این سن برسه براش کاملا و دقیق شرح بده. بله کاملا دقیقا شرح میکنه براش این چیه و چجوری هم نگهداری میکنه از خودش، تمیزی میکنه از خودش، مواظبت میکنه از خودش. و خاطر این تو اگر از کوچیکی یاد گرفت تمیز کردن و نگهداری داشتن خودش و حفظ خودش و سلامت خودش، دیگه در انتهای عمرش این سالم میمونه. ولی اگر بالعکس میبینین هم رعایت نمیکنن، تمیز نمیکنن، بهداشت رعایت نمیکنن، اینا هر سال به سال چی میشه بهشون؟ مشکلات التهاب و عفونت خانما یا زنونه میشه بهشون. در سن کوچیک بودن همین خانما در این سن بلوغ خیلی مهمه. به خاطر اگر خانم ها در این سن مریض شدن و دچار عفونت شدید و التهاب های رحم مکرر میشه در این سن، این منجر میشه به عقیم شدن این خانوم ها در طول عمرشون منجر میشه به این عقیم بودن این خانوم ها. پس باید مراعات میکنن کل نکات بهداشتی، کل نکات اسلامی که ذکر شده تو حدیث از اهل البیت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تو و روایات برای حفظ کردن خودمون. تو این بعضن در خانوما یه چیزهای خیلی مهم داریم برای خانوم ها که همین دختر خانوم که ممنوع ازش از کل خانوما. معمولا الان ما میبینیم خانوم ها که دنبال مساوات بین زن و مرد یعنی میگن هیچ فرق نداریم مرد و زن یکیه. میبینیم اینها کلشون دچار مشاکل خیلی زیاد دارن، از مشکل عقیم بودن، از مشکل التهابات، از مشکل ترشحات، از مشکل نامنظم پریودگی، از مشکل از لحاظ دردهای در قبل از قاعدگی، دردهای در خود قاعدگی، اینا کلشون دنبال اینا. بخاطر چی؟ بخاطر اولین دو روز سه روز از پریودی که شروع میشه یا قاعدگی، اولین لکه خون که میاد، این باید این خانم ها استراحت میکنن. یک روز قبلش استراحت میکنن، کارهای سنگین نباید انجام میدن، با دو روز اولین روز دیمه روز استراحت میکنن این خانم ها. یعنی مجموعا سه روز یک روز قبل از شروع دوران قاعدگی و روز اول و دوم سه روز بعد استراحت کنن و یا اینکه اگر نمیتونن استراحت کامل بکنن کارهای سخت و سنگین انجام ندن. بله این خیلی مهمه. الان دو نکته هم هست اینجا. این خانم ها که کارهای سخت انجام میدن، سنگین کار میکنن، استراحت نمیکنن، چه مشکلاتی میشه؟ یکی از مشکلات پیری زودرس اینه، میبینید چروک تو صورتشون میافته، رنگاشون میپره، میبینی لک و کک و مک، مشکلات زیاد، غم و غصه، این چیزا میمونه در درونشون. این خیلی مهمه. خیلی از خانم ها میان میگه مثلا من مادرم اینجوری نیست، خواهرم اینجوری نیست، عمم، خالم، دیگه این جنتیکیه منتقل میشه، پوستم چجوریه، مثلا میگه به پوست پدرم، مادرم، خواهرام، برادرام، دایهام، عموهام اینجوری، ولی میبینی نه یکی عوض میشه. این بخاطر برخصوص در خانم ها دارم میگم، این بخاطر این چیزا مراعات نمیکنن. خیلی مهمه برای خانم ها همین استراحت تو این مدت سه روز، برخصوص برای دختر خانم ها که سن و بلوغ میرسن.
خیلی مهمه براشون. یه چیزهای دیگه که ممنوع اصلا، هم تو دین، هم تو عرف، هم تو شرع خیلی ممنوع داریم. تو پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید، یه حدیث نمیخوام ذکرش میکنم الان، جاش نیست، ولی یه حدیث دیگه ذکر میکنم که میگه نباید خانم سوار میشه رو اسب یا رو شتر یا از سواری میکنه، این باعث مشکلات زیاد میشه. چیزایی که تو زمان تو این دوران کل اصلا کل برای خانوما کلا این ممنوعه. الان برای سفر مشکل نیست، ولی منظور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینجا سباق کردن یا سوار شدن به طور منظم مثلا. مثلا زن مثل مرد میشه. ما الان داریم شباهت مکروه در اسلام، حرام هم در اسلام، شباهت زن با مرد یا مرد به زن. مثلا مکروه داریم شروال میپوشیم در اسلام برای شما، من نمیگم شروال برای حفظ برای حجابمون، نه، شروال اگر برای زیبایی، من میخوام دوست دارم شروال میپوشم که بدنم در بیاد، نه، یکی آدم مون تو میپوشه بلند، شروال زیرش هم میپوشه که اگر باد زد که مشخص نشه چیزی از تن من، این مشکل نیست، یا عبا یا هر چیزی که بود. ولی کارهای دیگه که شروال که مشخص، فقط شروال پوشیدن که این میگن این خانم شروال پوشیده، مانتو نپوشیده مثلا، که مثل همین مد الان که تو ایران تقریبا شده کلش، از این چیزا ممنوع از خانم ها. موادی که ممنوع از خانم ها، اولین چیزی دوچرخ سواری، کلن خیلی خطرناکه برای خانم ها، حتی بعد از این که ازدواج کردن، حتی بعد از ازدواج کردن کل، اصلا از بچگی، از بچگی تا فوت میکنه، خطر برای خانم، خطر خیلی خطر برای خانم. این منجر میشه، ما میدونیم، اگر من نمیخوام داخل وارد میشم تو این بحث، ولی اگر آدم رو سوار میشه رو دوچرخ یا موتور یا اسب، الان دوچرخ میگیم یا موتور، هر سنگی یا هر چیزی چارو چله میشه، کجا میاد فشار این دوچرخ کجا میشه؟ در منطقه لگن ما استقرار کردیم، نشستیم رو لگنمون، خانوم ها رو رحمشون نشست همون منطقه، این ضربه خیلی قوی میاد، شدید میاد براشون، خیلی ضرر داره براشون. سوار شدن موتور، اسب سواری، دوچرخه سواری بله، لباس های تنگ، زیر پوش تنگ، شورت تنگ، لباس های شورت از مواد پلاستیکی، مصنوع از مواد پلاستیکیه، بدون لباس، اینم ممنوع از خانم ها. یعنی نه فقط تنگه، تنگ ضرر میاره، هیچ هم هم ضرر میاره. ورزش های سخت، ورزش های سنگین، ورزش های زیبای اندام، داری ببینی بعضی ها که ورزش انجام میدن، ورزش باله میگن بهش، و این ورزش های رقص و این چیزها، این خیلی خطرناکه براشون. پریدن و دویدن، سرماخوردگی شدید، این سرماخوردگی شدید که در سن بلوغ شروع میشه به خانم ها، برای خانم ها برخصوص باید درمانش میکنن زود به زود، به خاطر اگر سرما خورد و همون وقت این خانم پریود شد، کل بدنش، کل سیستم امینی بدن ضعیف میشه، این منتقل میشه، این سرماخوردگی میمونه در درونش، منتقل میشه در رحمش، بعدن سخت علاج میشه براش اگر تکرار شد، نمیگم برای یک بار، ولی برای دو بار، سه بار، چهار، پنج بار اگر اینطور میشه، که این مشکل میشه برای خانم. به خاطر ما میدونیم که تو سن قاعدگی یا سن بلوغ سن بلوغ و در دوران قاعدگی
کل هورمون های بدن خانم ها عوض میشه، یه هورمون های دیگه بیکار میفته، یه هورمون های دیگه تولید میشه، یه تشکیل های جدید در داخل رحم شروع میشه، بافت های جدید در داخل بطانه داخلی رحم تشکیل میشه که اونها کلشون کار زیاد میخواد، انرژی هم میخواد از خانم ها. ببینید این منطقه کل انرژی رفت تمرکز میشه برای اون منطقه، برای رحم که میدونی ببخشید حس ضعف میکنن، حس درد میکنن، حس مشکلات میکنن که خیلی مهمه براشون استراحت تو این دوران قاعدگی. پس که سفارشات مؤکد اینه که این سه روز، یک روز پیش از دوران شروع و روز اول و دوم استراحت مطلق بکنه. و اینکه بحث همون لباس های زیر بود که فرمودید لباس تنگ نپوشن تحت هیچ شرایطی، از لباس های زیری که جنسشون پلاستیک استفاده نکنن، دوچرخه سواری، موتور سواری و اسب سواری به صورت مکرر انجام ندن، بحث ورزش های سنگین و سخت انجام ندن، بحث پریدنه که فرمودین انجام ندن و بحث دویدنه که اونا فرمودین انجام ندن و سرماخوردگیشون رو هم اگر سرماخوردگی سخت خوردن رو سریعا مداوا کنن. بله، من میخواستم منتقل میشم برای یه نکته، بس ادامه میدم این مبحث که بهتر برامون، میبینم که انشاءالله خانوم ها استفاده میبرن از این مبحث که خیلی مهم. در غذاها باید هم رعایت میکنن. تو اولین روز، یک روز، دو روز قبل از قاعدگی یا اولین روز قاعدگی نباید چیزی سرد بخورن. در دوران قاعدگی باید چیزهای داغ، چیزهای گرم تب بخورن. منظورهای دکتر چیزهایی که تبشون گرمن، نه حتی داغی هم میتونن. مثلا چایی میتونن، بابونه میتونن، چیزهای ورنی، چیزهای داغ هم میل میکنن، او تبش هم گرمه. گرم، بله، بهتر. هرچی خانوم ها در دوران قاعدگی چیزهای سرد میخورن یا مرطوب میخورن، نظیر ماست، نظیر آب یخ، این خون منجمد میشه، نمیاد زور، بعد بسته میاد خون روشون، نمیاد روشون خون. پس چیزهایی استفاده کنن که هم گرم باشه هم تبش گرم باشه. بله، و خودشون نگه دارن، خودشون یعنی برخصوص شکمشون، زیر شکمشون و همشون گرم نگه دارن، برخصوص هم در دوران یا تو فصلهای سرد. بله، یه رژیم غذایی قبل از پریودی تقریبا به 3 روز استفاده میکنن. یه رژیم برای خانوم ها که درد زیاد حس میکنن تو پریودی، تو برای کم کردن و کم کردن این دردها و استفاده میکنن از مواد که کافئین نداشته باشه، نظیر چایی، قهوه، کاکائو، کپچینو، شکلات، از این چیزا نباید استفاده کنن. این کافئین تجدید درد میکنه براشون در دوران قاعدگی. کم کردن شیرینیجات، قنادی، شیرینیجات مصنوعی، شکر سفید و قند، هرچی بیشتر میخورن از شیرینیجات طبیعی، نظیر خرما، انجیر، مویز، اینا که طبیعی هستن خیلی بهتره. کم کردن نمک و غذاهای شور، این هم خیلی مهمه، خیلی مؤثره براشون. یعنی این هایی که میفرمایید کم کنن، نه اینکه قطع کنن. کم کنن به طور تقریبا 75%. درست. بله، هرچی بیشتر درد، بیشتر هرچی کم میکنن از اونها، میبینن اصلا کمتر. بله، کمتر. این شروع میکنن به این رژیم غذایی تقریبا 3-4 روز قبل از قاعدگی. الان حس میکنن تو قاعدگی همون دردا که هر ماه داشتن الان ندارن. اینا نمیاد، خیلی کمتر میشه. گوشت قرمز، کم کردن خوردن گوشت قرمز و غذاهای فاست فود، نظیر پیتزا، همبرگر، شنیتسل و این چیزا، این خوراکی ها که آماده هستن. خوردن حبوبات کامل با پوست، نظیر لوبیه، چشم بلبلی، نخود، باقلا با پوستش،
برگ کلم، اسفناج، این سبزیجات خیلی مهمه، خیلی مؤثره. حاوی استروژن الان تو بحثش انشاءالله شروع میکنیم هم بله میگیم. تخم شنبلیله، خوردن تخم شنبلیله یا چایی تخم شنبلیله، اینا خیلی خیلی مؤثر برای خانم ها که دچار این تخم شنبلیله قبل از دوران قاعدگی بله بخورمش. قبل از دوران قاعدگی میتونن، حتی دوران قاعدگی هم میتونن، یعنی هم درد تسکین میده بله. هم هر اولین چه بدم به حالت دم شدنه، دم نوش بخوره بله، دم نوش داغ هم داغ میکنه و هم هم خیلی غنی، خیلی پر انرژی و هورمون استروژن، پر از هورمون استروژن داره که خیلی مؤثره برای دوران قاعدگی. الان میایم میبینیم که قاعدگی چیه خودش. قاعدگی سه تا چیزی، یه استروژن، یه تخم گذاری، یه پروژسترون. دو تا هورمون، هورمون استروژن با تخم گذاری با پروژسترون، این سه تا چیزی تشکیل میشه قاعدگی خانم ها. استروژن میاد اولین چیزی تشکیل میشه دیوار داخلی رحم، جداره داخلی رحم درست میکنه. خب این اولین چند روز قبل از شروع میشه پریود، این تشکیل میشه این استروژن میاد داخل رحم تشکیل میشه، یه دیوار درست میکنه و بزرگ میشه، هی بزرگ میشه این دیوار، هی بزرگ میشه این دیوار. برای چی؟ بعدش میاد این استروژن تولید میشه در خود خانم ها، در خود تخمدان خانم ها تولید میشه این استروژن. چجوری هم تولید میشه؟ تولید میشه از بعض از هورمون ها که ترشح میشود از غده هیپوفیز و غده فوق کلیوی، دو هورمون LH با FSH، اینا با S تولید کردن استروژن، هورمون استروژن و هورمون پروژسترون، این با تولید کردن اونها. تخم دون ها خداوند چقدر خلق کرد خانم ها، این تخم دون خلق کرد براشون، و تخم دون ها چقدر خلق کرد براشون، کل هزار تا از تخم ها دارن، تخمک دارن تو اون تخم دون که دیگه تولید نمیشد، این تموم میشه دیگه تولید نمیشه تخمک براشون که حامله میشن. برعکس مردا اسپرم تولید میشه در داخل بیضه براشون، ولی خانم ها نه، فقط همین تعداد دارن. خب الان میاد استروژن، هورمون استروژن میاد تشکیل میشه دیوار داخلی رحم، تشکیل میشه میسازه این دیوار. بعد از هورمون استروژن میاد تخم گذاری، این مرحله دوم تخم گذاری میاد منتقل میشه از تخمدان برای رحم. یه همین که گفتیم تعریف کردیم از اول، کانال فالوب تقریبا 5 میلیمتر هستش، این تقریبا 3 تا 4 روز طول میکشه تو این کانال تا منتقل میشه این تخم ها از تخمدان برای رحم. خب رحم الان این بیضه یا تخمک اومد برای داخل رحم تشکیل میشه، یا الان تلقیح شود، اگر تلقیح شود جوبگیری میشود، تلقیح میشود این یه جنین کامل میشه. خب اگر نشود چی؟ الان کار بروجسترون چیکار میکنه؟ بروجسترون دیوار داخلی رحم سفت میکنه، میسازه اون استروژن دیوار درست میکنه، یه دیوار نازک مثلا میگیم مثل یه بادکنک درست میکنه. الان پروژسترون میاد چیکار میکنه؟ این بادکنک زخیمش میکنه، مثل اسمنت میذاره روش، زخیمش میکنه برای حفظ کردن جنین. اگر این تخمک جنین تشکیل شد بله، برای حفظ کردنش. الان اومد این استروژن تشکیل کرد دیوار خارجی رحم،
پروژسترون زخیم کرد دیوار داخلی رحم، تخمک اومد داخل رحم که الان تشکیل نشد برای جنین. این بعد از چند روز باید میافته. این اگر این حالتهای طبیعی رحم میافته، بعد از 7 روز به حالت خون ریزی میافته که تشکیل میشه دوران قاعدگی برای خانوما. این الان اگر یکی از اینا ستا مشکل ایجاد کرد، یکی از این ستا مشکل ایجاد کرد، الان چی میشه؟ نامنظم بودن عادت ماهیانه. نامنظم از اینا درست کار نکنه، این دورانه و این تایمه به هم میرسه. بله، الان در خانوما در سن بلوغ، خانم ها قبل از یائسگی که قبل از دورانشون قطع میشه، ما میگیم سن یائسگی، این تخمدون ها ضعیف هستن برای سن بلوغ. تخمدونش ضعیفه، هنوز این دختر کوچیک تخمدونش ضعیف. این معمولا قاعدگیش نامنظمه به خاطر این تخمدون ضعیفه. تخم تولید نمیفرسته تخم برای رحم به راحت. این مشکلش، این مشکل چیزی نیست، بسیطه، طبیعیه. میتونیم یه داروهای مقوی میدیم برای دختر، همون گیاهای مقوی یا خوراکهای مقوی، نظیر همین خرما، نظیر انجیر، نظیر از این چیزا میدیم به خانم ها، به دختر خانم ها تقویت میشن. چه برای چی میگیم مقوی باید بخورن؟ اینها الان برای سن یائسگی همینجور، برای سن یائسگی دیگه درمان نمیشه کرد براش، تقریبا باید قطع میشه و میاد، قطع میشه. هر وقت تخم میذاره میاد، قاعدگی میشه، تخم گذاری نمیشه، قاعده نمیشه، بله قاعدگی نمیشه، پریود نمیشه اون خانم. مشکل بعدی الان که ما داریم، که الان مشکل بعدی که داریم، تقریبا بیشتر خانم ها مشکل پروژسترون دارن، استروژن هست، فراون هست در داخل خانم ها. این تشکیل میشه، این دیوار، دیوار اولیه که گفتی میسازه برای حفظ جنین، برای که جنین داخلش میشه، این هستش. کل بیشتر از خانم ها هست دارن اینها، و میتونن از طریق ازمایش هم میدونن چقدر دارن، چقدر نه. پزشک حاضر بلده، متوجه میشه چی مشکلش این خانم ها، چی مشکلش استروژن، تخمگذاریه یا پروژسترانه. بیشترینشون کمبود پروژسترون دارن، این کمبود پروژسترون که دارن، باید غذاهای حاوی پروژسترون دارن که تشکیل میشه دیوار داخلی سفتی و میافته، یا برعکس، این پروژسترون میاد هی میسازه، زخیم میکنه، این دیوار داخلی رحم سفترش میکنه. خب الان این تخم تشکیل نشد، جنین نشد، باید میافته. خب الان چه جوری میافته؟ یا با سختی خورده یه تیکه ازش میافته، خوریزی میبینی برای یه روز، چه روز میاد، بعد قطع میشه، یا یه بار دیگه هم میاد، یا اصلا نه، مثلا نصفش میافته، مثلا این نصفش افتاد برای 7-5 روز خوریزی داشت، قطع شد، بعدش 5-4-5 روز یا هفته یا 2 هفته هم یه بار دیگه نصف باقیش هم میریزه که خوریزی میشه، هم این نامنظم قاعدگی میگن بهش. که تقریبا این کل مشکلات در 3 نقطه: پروژسترون، تخمگذاری، استروژن. این 3 نقطه که خیلی مهمه برای خانوما. اگر فهمیدن این کل قاعدگی، این تو 3 نقطه، این 3 تا چیزی، اگر الان متوجه میشن چیه این، درمانش چیه، یا فهمیدن، یا پزشک میرن به پزشک، باید بفهمه این یه ازمایش بده، برای هورمون ها، میبینه کدومشون کمبود داره. حتی دارو هم احتیاج نداره، الان چند تا نسخه گیاهی میدم یا چند تا خوراک میدم ببخشید، میگم این درمانش، حتی بدون هیچ دارو هم نیاز به دارو هم احتیاج ندارن.
خب حالا قبل از اینکه اون داروها رو مطرح بکنید بریم یه ولی ببینیم برمیگردیم تا انشالله در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزارم که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. امیدوارم مطالبی رو که جناب دکتر مطرح میکنن مفید واقع بشه و انشالله سوالاتی که شما عزیزان هم در این زمینه برای ما ارسال کردید در حین مطرح شدن این مطالب پاسخ داده شده باشد. جناب دکتر در خدمتتون هستیم و منتظریم تا اون داروهایی رو که مد نظرتون هست رو مطرح بفرمایید. ببین خانم ها صفات خانم ها خود هورمون پروژسترون هورمون خانم ها تعیین میکنه خود این هورمون ها. یه نکته که باید ذکر میشود هم باید خانم ها بعد از پریودگی بعد از دوران پریودگی که تموم میشه باید خودشون شستشو بدن با محلول پرمنگنات. این خیلی مهمه که میکروب ها ویروس ها رشد نکنن. میدونی شما که بعضی میکروب داریم داخل را هم خود طبیعیه این چیزهای میکروب باید باشه. بعد از این میکروب ها بله اینا به حالت رشد میکنن و تغییر میدن شکلشون دو حالت چه وقت خون میاد رو خانم ها. این چه وقت تغییر میشود بعدن تبدیل میشود به چیزی دیگه. پرمنگنات اگر شستشوی دادن خودشون به باعث کردن این میشه باعث که این میکروب ها روش نکنن و بمیرن که تشکیل نمیشه براشون مشکل دیگه یا عفونت یا ویروس های مختلف. چجوری این کار انجام بدن؟ یه پرمنگنات میرن میخرن از داروخونه. محلول پرمنگنات وجود دارد یه خورده ازش تشخیص این چند درصدی خودش هست میریزن تو آب شستشوی میدن خودشون. یعنی توی تشت بذارن میتونن دو حالت میتونن طهارت میکنن میدونن تو تشت هم میذارن با آب ملرم یا آب خورده ملایم میشینن هم توش. این خیلی یک مرتبه کفایت میکنه یک دو مرتبه بعد از پریودگی کافیه. بله کافیه بسیاره. بله الان غذاهایی که حاوی هورمون استروژن که تولید میکنه دیوار اولیه را هم که این اولین پایه برای پریودگی بله. این کجا وجود دارد؟ تخمه کتان. تو تخمه کتان سایا دانهای سایا کنجد نان سبوسدار شیر نخود پخته سیر خرمای خشک هلوی خشک و زردآلو خشک. احسنت اینها که موادی که هورمون استروژن دارد. یه بار دیگه میفهمم اینها رو. تخمه کتان سایا کنجد نان سبوسدار بله شیر نخود پخته سیر خرمالو ببخشید خرمای خشک هلوی خشک زردآلو خشک اینا خیلی پر از هورمون استروژن سرشار از هورمون استروژن. بله اینا هر کدوم جدا جدا باید مصرف کنن یا با هم؟ نه میتونن هر کدومشون میل دوز دارن میخورن. این اگر هم میخوان میخورن در یک هفته قبل پیش از شروع بله یا در طول ماه معمولا مصرف میکنن بله. یعنی اینها رو میتونن هر کدومی که بیشتر راغب هستن همون رو استفاده بله. کنن در طول بله ماه. میتونن توصیه میدم برای کل خانم ها واقعا خیلی مهمه. یعنی یکی سه تا سموم ما داریم الان که همیشه من میگم باید دور شود ازشون. یکی شکر سفید سه تا سم سفید داریم یکی شکر سفید یکی نمک سفید یکی آرد سفید.
این سه تا واقعا سم سفید به اسم عنوان من گذاشتم براشون سم سفید. این سم ما خیلی مؤثره برای بدنمون، خیلی چیزهای غذا ما میدونیم که وارد میشه به بدنمون تبدیل میشه یا تبدیل میشه، خیلی ضرر داره استفاده از اینا که متاسفانه هم رایج شده الان در بین مردم استفاده از این. بله کلشون اینا رایج. خب الان جایگزین این سم سفید رو چی میگید، چی میفرمایید؟ رو کم میکنیم، مثلا جای از شکر میخوریم خرما، جای از قند انجیر، جای از قند مویز، از این از غذاهای آره، یا شکر سرخ، شکر قهوه‌ای هم، شکر قهوه‌ای همون، من ایران سرخ بودم شکر قهوه‌ای استفاده، بله یا این شکر قهوه‌ای ضررش کمتر، یا نبات هم ضرر داره، نمیگم ضرر نداره ولی کمتر ضرر. به جای نمک چی؟ جای نمک مثلا میتونن استفاده میکنن، سنگ نمک میتونن استفاده، سنگ خوب. نمک خیلی خوبه، بهتر از این نمک دریایی خیلی بهتره، دوتاشون هم ضرر دارن، نمیگم ضرر ندارن ولی استفاده زیاده ایش ضرر داره، درسته؟ ببین چه وقت ما میرسیم به سن 30 سالگی باید آدم استاپ میکنه در برابر این سه تا چیز، یعنی حدش رو بدونه، مراعات بکنه، استفاده خیلی کم میکنه اینا. مثلا بعضی من الان توصیه میکنم اینا که نمک نخورن، خب غذا بیمزه میشه، چیکار میکنه؟ میتونه لیمو ترشی خورده یا نارنج میذاره روش، مزهش عوض میشه، یا مزه پودر میکنه میذاره روش، مزه طعم نمک میده. خب اینا الان هورمونایی که حاوی پروژسترون، این که بیشتر خانم ها نیاز دارن و مشکلشون با اینه، مشکلشون با همین هورمون پروژسترون. چه استفاده میکنن؟ از ویتامین B6، ویتامین C، بله B6، ویتامین C، زینک که کوپر میگیم بهش، منیسیوم، استفاده میکنن از مرزنگوش، اویشن، گرده خرما خیلی مؤثره براشون، گرده خرما، خوردن ماهی تازه، لوبیا، کدو حلوایی، کدو تنبل، جینسینگ، عسل، سیادونه، شیر، تخم مرغ، جو با پوستش یا نه پوست اولی سختش، ما معمولا میبوسه بوسش، بله اینها اینجا بین کلامتون اون آرد سفیدی هم که گفتین، آرد سبوستار مصرف بله. کنن بهتره، هرچی آرد سبوستار یا آرد جو قاطی میکنن استفاده کنن، بله خیلی مهمه، اون سبوسش باشه بهش. بله سبوسش خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. نخود فرنگی، هویج، این خوراکی ها و غذاها، این مخصوص خانم ها که نامنظمه پریودی دارن، برخصوص مشکل پروژسترون، تقریبا 80% یا 70 ببخشید درصد از خانوما مشکل پروژسترون دارن. دیگه میفرمایید اینا رو؟ بله. ویتامین B6، ویتامین B6، ویتامین C، زینک، منیزیم، مرزنگوش، بله، اویشن، گرده خرما، ماهی، لوبیا، کدو تنبل، کدو حلوایی، نخود فرنگی، هویج، جینسینگ، عسل، سیاه دانه، شیر، تخم مرغ، جو. بله. اینا کلشون برای کسایی که اون مشکل پروژسترون دارن، مشکلات کم بودن هورمون پروژسترون. معمولا خانوما گفتیم یعنی تشکیل میشه استروژن، تخمم میاد ولی نمیاد پایین به خاطر پروژسترون، استفاده میکنن از پروژسترون، الان این میاد پایین، منظم میشه، قاعدی میشه. این مواردی که ذکر کردین اینو توی طول ماه میتونن بیشتر از بقیه استفاده؟ بله میتونن استفاده میکنن بیشتر از بقیه در طول ماه. بله مثلا ماهی در ماه میتونه 5-6 بار استفاده میکنه، همون روزهای چهارشنبه که به اصطلاح مستحب بخوردن مثلا ما. جای از این نون
یه وعده نون جو استفاده میکنه، کدو حلوایی استفاده میکنه، عصر روزانه قاشق دو قاشق مربا خوری مثلا عصر طبیعی، بله یه قاشق چای خوری میذاره با سیادونه مثلا، شیر روزانه، تخم مرغ، همین نخود فرنگی، هویج، اینو اگر استفاده میکنه خیلی موثره براش. یعنی تو دوره دو ماهه میبینن اثرش، تو دوره دو ماهه میبینن اثرش چجوری پریودش اون مطلبی مونه. که حالا دوباره یادآوری بکنیم، بحث اینه که پس از اتمام دوره قاعدگی همون بحث طهارت با اون محلول پرمنگلات، بله بله. الان داریم میایم برای خانوم ها که میخوان باردار میشن، و خانوم ها که سن بلوغ رسیدن که تخمشون تقویت نشده، تخمدونشون قوی نیست، تخمگذاری نمی کنه، این الان چیکار کنن؟ چی غذاهای باید استفاده می کنن؟ باید می خورن، از استفاده می کنن از جو خیلی زیاد، آش جو خیلی زیاد، برنج قهوه‌ای یا برنج زرد میگیم بهش، ارزان، یونجه، سیب زمینی، بلال، حبوبات کامل با پوست، همین که گفتیم لوبیه چیتی، لوبیه چشم بلبلی، نخود، بله، عدس، حبوبات که کامل با پوستش خیلی مهمه. یعنی همین ما معمولا خاصیات مواد گیاهی و غذاها بیشترش تو پوستش بیشتر از در درون خود غلات یا حبوبات یا گیاه. و معمولا ما همه پوست ها چیزهای غذای خوب میندازیم، غذای که نامفید و مضرم میخوریم ما، معمولا برعکس. بسیار سپاسگزارم. یه میان برنامه ببینیم، سریع برمیگردیم ادامه بحث رو دنبال کنیم. بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. این موارد آخر رو یه بار دیگه مطرح میفرمایید؟ بله، جو برای تقویت کردن تخمدان و تخمگذاری، برای یعنی اینا خانما که میخوان باردار میشن، اونا هم پریودگیشون نامنظمه به خاطر تخمگذاری ها، یعنی تخمدانشون ضعیف، اینه استفاده میکنن از جو، از برنج قهوه‌ای، از ارزان، از یونجه، سیب زمینی، بلال، حبوبات کامل با پوستش، خوراکهای دریایی، ماهی، میگو، اینا، سیب، برتقال، موز، سبزیجات، کل سبزیجات سبز، برگدار سبز، گوجه فرنگی، اسفناج، بروکلی خیلی مهمه، بروکلی با پیاز، خیلی غذا خیلی فوق العاده با پیاز، چه فوق العاده بسیار خوب برای تقویت تخمدان خانم ها. سیر، ریحون، کاهو، فلفل دلمه ای، فلفل تون با فلفل دلمه ای، لبو، قارچ، جعفری، کنجد، تخم آفتاب گردان، تخم خشخاش، اینا کلشون غذاهای مهم مفید برای تقویت تخمدان خانم‌ها با تخم گذاری. یعنی اونها که پریودشون نامنظمه با خاطر تخم گذاریشون، و برای اونها که میخوان باردار میشن که معمولا میرن آمپول تقویت تخمدان، آمپول هورمونی میزنن، بعد از یک دو ماه میبینن ریش در میارن، موی اضافی تو صورتشون، تو سیبیلشون، تو بدنشون در میارن. جای از استفاده کردن از اونها، اون آمپولها، بیا استفاده کن از این، اثرش سریعتر و صد برابرتر از خود اون آمپولها و اون داروها، و مقوی و مفید برای بدن. الان اگر وقت دارین شما، الان وقت داریم که انشاءالله ما تو بحث همون قاعدگی و پریودگی یه چند تا نسخه برای خانم ها، برای خواهران عزیزمون ذکر میکنیم که برای خانم ها که تا الان پریود نشدن،
سن بلوغ رسیدن، مثلا میبینید 10، 12، 13، 15 سال شده نشده، قاعدگی نیمد روش، خون نیمد روش. و برای اونها، اون خانم ها که فاصله زیاد، چند سال فاصله زیاد، چند سال دوران قاعدگی داشتن، اما از یه تایمی به بعد قطع شده. بله، برای اونها که نداشتن اصلا، و برای این که داشتن و قطع شده برای چند سال، میتونه استفاده میکنه از این نسخه. تره یه درهم، مقدار یه درهم تره، مقدار 50 گرام عسل، مقدار نیم استکان سرکه تند. قاطی میکنن اینها، قاطی میکنن اینها، مل میکنن روزی سه بار. یه بار دیگه میفرمایید؟ تره یه درهم تره 50 گرام، منظور اندازه یه درهم؟ نه، وزنه. وزنه میره به عطار میگه یه درهم تره بده به من، وزنه. این یک وزنه. یه درهم تره 50 گرام عسل طبیعی خالص، یه نیم استکان سرکه تند. قاطی میکنه سه بار در روز این نسخه میخوره، از این نسخه مصرف میشه. بعد از چند روز میبینه قاعدگیش باز میشه. یا یه چیز دیگه، تره میگیره. آخه بین کلامتون، وقتی دوران قاعدگی شروع شد پس از مصرف اینا قطع کنید؟ قطع میکنه، باید قطع میکنه اینا. بعد از اینا قطع میکنه، باید دیگه شاخن. مصرف نکنه. بله، مصرف نکنه. دوباره اتفاق مثلا افتاد، دوباره اینا رو مصرف. بله. تره میتونه این نسخه دیگه استفاده میکنه از تره با نصف وزنش عسل. نصف وزنش عسل. مثلا 50 گرام تره میگیره، خب پودرش میکنه، 25 گرام عسل میذاره روش و میخوره. یا حتی 50 گرام تره سبز میتونه استفاده میکنه، 50 گرام تره سبز میتونه استفاده میکنه. یا تخم تره، 25 گرام تخم تره با 25 گرام عسل طبیعی مخلوط میکنه و میخوره. باید مخلوط میکنه و میخوره. نه من میگه الان تره میخورم جدا بعد از یک ساعت عسل، نه، مخلوط میکنه، بندازه میکسش کنه مثلا تو مخلوط کن با او بخوره. این یه داروه، این برای باز کردن قاعدگی خانوم ها که تا الان قاعده نشدن، قاعدگیشون پریود نشده یا قطع شده به مدت طولانی. بسیار سپاسگزارم. یه بعض داروهایی که باز کننده قاعدگی نامنظم که مثلا دیر میشه، هر چند ماه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه اینجوری، 1 ماه عقب جلو میفته، منظم نیست. تایمش منظم نیست برای باز کردنش، نه منظم کردنش، برای باز کردنش میتونن استفاده. حتی اون خانم ها هم، خانم ها اون که الان نسخه گفتم بهش که قطع شده چند سال یا نشدن، از این نسخه میتونن استفاده میکنن. خیلی مؤثره که میتونن استفاده میکنن از برنجاست، پونه، درمنه. این یه نسخه، مقدار مساوی از برنجاز، پونه و درمنه مخلوط میکنن، پودر میکنن اندازه یه قاشق مرباخوری، دم میکنن توی لیوان آب جوش 10 دقیقه با یه قاشق مرباخوری عسل میل میکنن. یه بار دیگه بفرمایید. برنجاز، پونه و درمنه، این سه تاش مقدار مساوی پودر میکنه، مقدار یه مقدار قاشق مرباخوری در یه لیوان آب جوش دم میکنه 10 دقیقه با یه قاشق مرباخوری عسل طبیعی مل میکنه روزی سه بار. یه نسخه دیگر برنجاست با پونه با بادر نجوبه، هم خیلی مؤثره. اینم خیلی برای خانم ها که استرس دارن هم خوبه، که عصبی میشن، که درد دارن، در حس میکنن، هم خوبه براشون استفاده می... با همون حالت اولی، هم دم کشیدی دم میکنن، میل میکنن، داغ داغ میل میکنن. دانه شاهی یا بذر تخم شاهی یا ترتیزک میگم بهش، این هم خیلی مؤثره برای باز کردن قاعدگی خوردنش. سیادونه مؤثره، روزی 3 تا قاشق چای خوری با یه قاشق عسل قاطی مخلوط میکنن، میل میکنن، جوری میخورن یا تو آب حل میکنن و میخورن. مریم گولی، پرسیاوشان،
رازیانه، افسنتیل، زیره، اینها کلشون، اینها کلشون خیلی مؤثرن، خیلی مهمن برای باز کردن عادت ماهیانه و قاعدگیه. الان داریم هم یه خوراکی های چایی های یا بعض از غذاهای کمک میکنه خودشون که در حال خوردن اینها در روزها استفاده میکنن ازشون که پریودشون اصلا دیر نشه و میاد براشون باز میشه. استفاده کردن از مزه، از زعفران، از آبقوره، کرفس، سیادونه، تربچه یا ببخشید ترب پخته، انگور زرد رسیده، کنجد بوداده، نخود پخته، پسته وحشی، برگ و ساقه کرفس خیلی مؤثره، چای افسنتین یا دم کردن افسنتین به حالت چایی، چای بومادران، چای گزنه، گزنه خیلی مؤثره، خیلی مهمه برای خانم ها، خیلی حاوی از هورمون استروژن و پروژسترون، چای مشک ترامشی، چای ابیشن شیرازی، چای شنبلیله، چای پرسیاشان. من توصیه میدم به خانم ها اینها به حالت چای، جای از چای خوردن از این چای ها استفاده میکنن بعد از هر وعده غذا یا هر وقت که میل دارن. بعضی عادت دارن که یه چیزی داغ بخورن بعد از غذا، هر چیزی که الان که بود ولی کلشون میگن چایی، ولی عادت خوبی باشه، عادت دارن به چیزی خوردن یا شیرینه یا داغه یا داغ و شیرینه، یکی از این سه تا. بعضی مثلا میبینی نه باید داغ میخورم بعد از غذا چیزی، مثلا میگن هضم میشه یا چایی هضم میخورن، چه عادت دارن اینجوری یا شیرینه. الان جای از چایی دم میکنم مثلا چایی بابونه درست میکنم، بابونه میل میکنم، یا چایی پرسیاشان یا افسنتین، گل افسنتین میرم میخرم از عطاری، از هر کدوم میذارم تو خونه، یا خورده دم میکشم بعد از غذا میخورم جای از این، عسل میذارم باش میخورم، طبیعیه، مفیده برای بدن، ضرر نداره برای بدن، سالم بودن بدن، منظم کردن و باز کردن عادت ماهیانه خانوم ها که دیر میافته زیاد براشون. خب این الان برای این خانوم ها، برای درد قبل دوران قاعدگی خانوم ها در تایم زیادی نداریم، این اگر امکان داره سریعا این رو مطرح بفرم. بله، برای درد قبل از قاعدگی معمولا خانم ها، زیاد از خانم ها به خاطر اضطراب هورمونی در داخل بدنشون ورم میکنن، میبینی پاهاشون ورم میکنه، شکمشون، پشتشون، سینه هاشون ورم میکنن، اینا خیلی مؤثره براشون. برای خوردن، استفاده کردن و خوردن از جعفری، از برگ کلم چند روز قبل از این حالت میشن استفاده میکنن یا همون روز استفاده میکنن یک روز قبلش، خیلی این دردها از بین میرن. جعفری، برگ کلم، کاهو، نعنا، بادیان، شیرین بیان، این گیاهان کلشون مؤثره برای هم خوابیدن ورم پریودگی که تو پا و سینه و بدن میافته و دردهای قبل از پریودگیه، قبل از پریودگی. یه بار دیگه مطرح می‌کنم. بله، جعفری، برگ کلم، کاهو، نعنا، بادیان، با شیرین بیان، اینا هر کدوم میتونن استفاده میکنن ازشون، کلشون یکی دوتا ازشون میتونن استفاده میکنن به میل خودشون، یعنی هر کدومی که میل دارن میتونن ازش استفاده. بله، بکنن. جعفری، برگ کلم، کاهو، نعنا، بادیان و شیرین بیان، جوشونده شیرین بیان به حالت چایی داغ میخورن، اینم خیلی خیلی مؤثره براشون. انشاءالله تو برای قسمت بعدی برنامه برای پس فردا تکمیل میدیم که مشکلات همون پریودگیه، قاعدگیه و ورزش های یا مساج های برای کاهش درد، برای جلوگیری از خونریزی زیاد، برای کم بودن خون
برای دردهای دوران قاعدگی، بعد قاعدگی و قبل از قاعدگی، برای فعال کردن و تقویت کردن تخمدون ها، برای فعال کردن و زیاد کردن هورمون استروژن و پروژسترون خانم ها. انشاءالله در قسمت بعدی برمید. انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی زحمت کشیدین و مطالب بسیار مفیدی رو امروز مطرح کردیم. امیدوارم که خواهران و مادران عزیزمون استفاده کامل رو برده باشن و به نظر میرسه، چون من تقریبا سوالایی که شما از ارسال کردید رو مطالعه کردم و اونایی که مربوط به این مباحث بوده رو علامت گذاری کردم، به نظر میرسه که پاسخ خیلی از سوالات شما عزیزان در مطالبی که امروز حداقل دکتر مطرح کردن بود. ان شاءالله در جلسات بعد هم ان شاءالله تکمیله اون مطرح خواهد شد و اگر که سوال خاصی مد نظرتون بود که در مباحث جناب دکتر گنجونده نشده بود میتونید ارسال کنید، ما ان شاءالله مطرح میکنیم. بسیار سپاسگزارم ازتون، از شما تشکر میکنم آقای دکتر، قبول زحمت کردین و امروز هم تشریف آوردین در برنامه خودتون. از شما بینندگان عزیزم کمال تشکر و قدردانی رو دارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. اللهم عجل لولی کل فرج، بارزوی سلامتی و تعجیل در فرج ولی نعمتمان حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، بارزوی بهترین ها، خیر و سعادت دنیا و آخرت برای یکایک شما عزیزان و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مرجع عالی قدرمان حضرت آیت الله العظما حاج سید صادق حسین شیرازی و تمامی علما و مراجع بزرگوار تقدیر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی مدد، التماس دعا.